دیوید کامرون: روشن است که اسرائیلی ها تصمیم به اقدام می گیرند. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا که به اسرائیل سفر کرده درباره واکنش احتمالی اسرائیل به حمله پهپادی و موشکی ایران گفته است که اسرائیلی ها در حال تصمیم برای اقدامی علیه ایران هستند. کامرون در جمع خبرنگاران گفت: روشن است که اسرائیلی ها تصمیمی برای اقدام می گیرند. امید ما این است که این کار را به نحوی انجام دهند که در کمترین سطح ممکن به افزایش تنش بیانجامد. نتانیاهو: اسرائیل حق محافظت از خود را محفوظ می دارد. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه گفت در دیدار با وزرای خارجه بریتانیا و آلمان گفته است که اسرائیل حق محافظت از خود را محفوظ می دارد. نخست وزیر اسرائیل پس از دیدار با دو دیپلمات مهمان خطاب به کابینه گفته است که همه نوع پیشنهادات و توصیه‌ها از سوی متحدان این کشور به او ارائه شده است. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر وی منتشر کرد، او گفته که با این حال من باید تأکید و توضیح دهم که ما خودمان تصمیماتمان را خواهیم گرفت. اظهارات نتانیاهو به دیوید کامرون از بریتانیا و آنالنا بایربوک از آلمان تنها چند روز پس از آن بیان شد که ایران با پرتاب صدها پهپاد، موشک کروز و بالستیک حمله بی‌سابقه علیه اسرائیل صورت داد. آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان در سفری به اسرائیل به بنیامین نتانیاهو گفته است که در موقعیت شکننده کنونی خاورمیانه همه باید محتاطانه و مسئولانه رفتار کنند. خانم بایربوک امروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت منطقه نباید به وضعیت برسد که نتیجه آن کاملا غیر قابل پیشبینی باشد. بایربوک با اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل هم دیدار کرده است. حزب الله لبنان از حمله به پایگاه نظامی اسرائیل خبر داد. حزب الله لبنان امروز چهارشنبه از یک حمله پهپادی و موشکی به عرب العرامشه خبر داد. حمله روز چهارشنبه واکنش به حمله اسرائیل و کشته شدن چند فرمانده و عضو حزب الله بود. خبرنگار تایمز اسرائیل میگوید 6 نفر در حمله امروز زخمی شدند. در ماه‌های اخیر تبادل آتش میان حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل به روندی معمول تبدیل شده است. فرمانده کل ارتش ایران: دشمن رجزخانی گزینه نظامی را کنار گذاشته است. در تازه ترین واکنش به تهدیدهای مقامهای سیاسی و نظامی اسرائیل مبنی بر حمله تلافی جویانه به ایران، سرلشکر رحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران میگوید هر تجاوز دشمن با پاسخ پشیمان کننده روبرو خواهد شد. هنوز روشن نیست که واکنش اسرائیل به حمله پهپادی و موشکی ایران چه خواهد بود، اما فرمانده ارتش ایران میگوید دشمن از پیشرفت‌های نیروهای مسلح ایران آگاه است و به همین خاطر مدت‌های زیادی است که رجزخانی گزینه نظامی را کنار گذاشتند و به حرف‌های جدیدی روی آوردند. سردشکر رحیم موسوی این اظهارات را در جریان رژه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران ایراد کرد. او هشدار داده که در صورت اقدام دشمن، نیروهای نظامی ایران این بار با تجهیزات مهلک‌تری پاسخ خواهند داد. در جریان این رژه شماری از پهپادها و موشک‌های ایران به نمایش گذاشته شد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم در جریان رژه نظامی روز ارتش در ایران در ستایش توان نظامی ایران گفته است که گزینه نظامی از ادبیات آمریکایی‌ها حذف شده است. رئیسی همچنین تهدید کرده که ایران می‌تواند با اقدام گسترده‌تر علیه اسرائیل کاری کند که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نماند. رئیسی گفته است در ادبیات آمریکایی‌ها سخن از گزینه نظامی روی میز نیست و این به خاطر اقتدار نیروهای مسلح ماست. کرملین میگوید با تهران و تل آویو رابطه سازنده دارد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از تایید یا تکذیب اطلاع پیشبینی مسکو از حمله ایران به اسرائیل خودداری کرد، اما گفت روسیه همه طرف‌ها را به خویشتنداری فرا می‌خواند. دیمیتری پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره اطلاع از زمان حمله ایران به اسرائیل گفت ما نمی‌خواهیم راجع به تشدید این تنش حتی صحبتی بکنیم. این خلاف منافع اسرائیل، ایران و تمام منطقه است. او گفت روسیه رابطه کاری سازنده با ایران و تماس‌های سازنده با اسرائیل دارد و همه کشورهای منطقه را به خویشتنداری معقولانه دعوت می‌کند. هزینه 1 میلیارد دلاری دفع حمله ایران برای اسرائیل. فاینانشال تایمز به نقل از یک مقام نظامی سابق اسرائیل گزارش داد که دفع حمله ایران بیش از 1 میلیارد دلار برای اسرائیل هزینه داشته است.
این نشریه نوشت یک مقام نظامی سابق اسرائیل هزینه دفاع روز شنبه را بیش از 1 میلیارد دلار هدر رفت مواد تخمین زد بدون احتساب هزینه‌های ارسال هواپیماها توسط ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا. پیشنهاد وزیر جنگ پیشین اسرائیل درباره ایران. آویگدور لیبرمن وزیر جنگ پیشین اسرائیل گفت اسرائیل قبل از پاسخ به ایران باید خوب فکر کند و بداند که ایران به این حمله واکنش نشان خواهد داد و اظهار داشت ایرانی ها قدرت دارند و به خودشان بسیار مطمئن هستند. مهم نیست که چگونه پاسخ دهیم. آنها واکنش نشان خواهند داد و سپس ما باید دوباره پاسخ بدهیم.